خوزستان درگیر سیلی تازه، سطح آب بالا آمده، شبکه فاضلاب مختل شده. در 60 دقیقه امشب میپرسیم این وضعیت چقدر قابل پیش بینی بود. همچنین در برنامه امشب نهادی در خدمت سیاست فشار حداکثری آمریکا، سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگوید برای فلج کردن اقتصاد جمهوری اسلامی از عوامل اطلاعاتی استفاده میکند. یکی از مدیران این گروه در مورد روش‌هایشان میگوید و اینکه هزینه فعالیتشان را چه کسی پرداخت میکند. افغانستان مرگبارترین منطقه در جهان برای کودکان، هیولای جنگ روزانه 9 کودک افغان را میبلد. کشور یونان یکی از کمپاش موریا که بدترین شرایط زندگی در اینجا وجود داره. و افزایش خودآزاری و خودکشی در میان نوجوانان پناهجو، سازمان ملل از کابوس کودکان در اردوگاه لزبوس یونان میگوید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. آب کارون بزرگترین رودخانه ایران بالا آمده و با آمیخته ای از فاضلاب شهری بخشای وسیعی از استان خوزستان خصوصا مرکز آن شهر اهواز را در بر گرفته. آب وارد فرودگاه شهر شده، چند خانه را ویران کرده و منجر به قطع برقی یک بیمارستان شده. به همین دلیل هم 4 زن کهنسال جان دادند. افرادی که به دلیل بیماری تنفسی در بخش ICU همین بیمارستان بستری بودند. 9 ماه قبل هم همین استان همراه با بخش‌های وسیع دیگری از ایران گرفتار سیلی بنیان برانداز شد. یک بار سیل، یک بار خشکسالی، یک بار هم ریزگرد. چرا خوزستان اینقدر آسیب پذیر است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از باران عباسی. وضعیت اسفناک خیابونای اهواز، زیتون کارگری، میبینین حتی آشغالا را آب داره میبره. اهواز پس از باران، 6 سانتی متر بارش در عرض چند ساعت شهر را به این روز انداخته. سیل باعث بالا زدن فاضلاب شده و جاده ها را مسدود کرده. بعضی از نقاط شهر برق ندارد. رفت آمد تقریبا غیر ممکن است. آب و فاضلاب به خانه ها هم سرایت کرده، مخصوصا در نقاط مرکزی اهواز. دلیلش نبودن راهی برای دفع آب های سطحی است، موضوعی که رئیس مدیریت بحران خوزستان هم در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به آن اشاره می کند. به علت نبود زیرساخت‌های فاضلاب و وجود کانال‌های دفع آب‌های سطحی در این دو شهر ما که وضعیت توپوگرافیشون هم خاص است، مثل اهواز، آبادان و خرمشهر، شاهد آب گرفتگی در خیابان‌ها باشیم. ما تقریباً از حدود 2 هفته پیش اخطارها و هشدارهامون رو بر اساس اخطارها و هشدارهای سازمان مدیریت بحران کشور و هواشناسی کشور و استان اعلام کردیم. ستاد مدیریت بحران شهرستان ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران رو به دستور آقای استاندار فعال کردیم و دستگاه ها و تجهیزاتشون هم پای کار اومد. اما از این سخنان پیدا نیست که در عمل چه اقدامی برای پیشگیری از این وضعیت صورت گرفته. مقام ها در این میان یکدیگر را متهم می کنند. شهردار اهواز میگوید مسئول این وضع اداره آب و فاضلاب است که شبکه فاضلاب را لایروبی نکرده. اما سازمان آب و فاضلاب میگوید وظیفه شهرداری است که راهی برای دفع آب‌های سطحی پیدا کند. صندلی ریاست امام جمعه، حرفایی که برای خیلی از ساکنان خوزستان دیگر دیر شده. آقایون شورای شهر، لعنت خدا بر شما. فعلا این آب آلوده به راهروهای بیمارستان رازی اهواز هم رسیده. در بیمارستان دیگری 4 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در پی قطعی برق جان خود را از دست دادند. وضع دیگر مناطق خوزستان هم بهتر نیست. مدارس و اداره ها به جز اهواز در آبادان، خرمشهر و کارون تعطیلند. و اینجا فرودگاه آبادان بعد از 13 سانتی متر باران. دیشب یک ساختمان 2 طبقه در منطقه حسیرآباد اهواز در پی بارندگی فرو ریخت. خانه های اطراف هم سستند و ساکنانشان به یک مدرسه منتقل شدند. مسئله که آماده شد زن بچه‌تون حالا یه جوری بفرستید همونجا که من آدرس میدم.
مردمی که اندک داراییشان را هم از دست دادند. چادر هست، لباس گرم، حالا در استانی که نه آب سالم دارد و نه هوای سالم و نه راهی برای جاری شدن آب باران. سیلاب آمیخته با فاضلاب، مصیبت جدید مردم خوزستان. باران عباسی، بی بی سی. همونطور که در گزارش باران هم اشاره شد، هشدارهایی داده شده بوده در این زمینه. الان حرفهایی از اینه که گویا ممکنه که بارندگی ها در بعضی از نقاط دیگه ایران هم ادامه پیدا بکنه، از جمله بارندگی شدید در استان بوشهر هم خسارتی به بار آورده و اداره هواشناسی استان سیستان بلوچستان از ورود سامانه بارشی قوی به این استان هم خبر داده. شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی در شبکه‌های اجتماعی برای ما این ویدیوها رو فرستادند. امروز شنبه 27 آذر ماه 1398 بندر گناوه مال قاید، بلوار امام علی، بلواری که 20 سال از خدمتش میگذره و هیچ وقت یه چکه آب توی این بلوار جمع نمی‌شده. از دو سال پیش به این ور که شرکت نفت اومد برای حفاظت از لوله‌هاش این مسیر آب رو بسته. الان آب تو خونه های مردم رفته، آب چاهای فاضلاب، آب توالت ها همه ریخته توی این بلوار. مسیر بچه هایی که میرن مدرسه، مسیر مردمی که از این بلوار میخوان عبور کنن، ببین اصلا بلوار کلن قطع شده، رفت آمد توش دیگه اصلا مردم نمیتونن به راحتی عبور کنن، اصلا نمیتونن عبور کنن. وضعیت اسفناک خیابونای اهواز، زیتون کارگری، می‌بینین حتی آشغالا رو آب داره می‌بره دیگه، یواش یواش همین مونده ماشینا مردم هم آب ببره، تا شیشه آب اومده توی ماشینا، تمام خونه‌ها مردم پر آبه، مردم گرفتارن، موندن که چه کار کنن توی این وضعیت بارون. دریا موجه کاکا، دریا موجه، سلام، من ساکن کیانشهرم، مریم 14. تمام خونه زندگیم آب فاضلاب برداشته، هر جام زنگ میزنم گوشی رو قطع میکنم، خودم هم تنها با بچه ها تو خونه، نه خونه زندگیم، تمام آب فاضلاب. مشاهدات شماری از بینندگان ما بود که از طریق شبکه‌های اجتماعی تجربه خودشون رو با ما در میون گذاشته بودن. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، هم از شهر ترندهایم نروژ با ما هستند. آقای کرمی، خود مسئولان امر هم میگن که وضعیت قابل پیش بینی بوده. بله، هم قابل پیش بینی بوده هم قابل پیشگیری بوده. جناب موسوی، اگر شما در وبسایت بی بی سی فارسی دو ماه پیش مقاله منتشر شده، پیشبینی به اصطلاح بارش های فصل جدید بارش که در پاییز و زمستان بهار شامل میشه، ذکر شده بود که اواخر پاییز در خوزستان در جنوب غرب ایران ما بارش های شدید خواهیم داشت. همونجا هم ذکر شده که در فروردین ماه ما باز بارش های حتی خیلی شدیدتر از الان خواهیم داشت. و خود سازمان هواشناسی هم از هفته پیش به شدت هشدار داده بود، حتی از دو روز قبل از بارش هم باز من اطلاعیه دیدم از هواشناسی خوزستان کاملا هشدار داده بود. از جهت قابل پیش بینی بودنش هم ما همیشه میدونستیم که بارش شدید باعث بحث این آب گرفتگی فاضلاب میشه در اهواز. اهواز به شدت مشکل فاضلاب داره، یعنی هم خود شهر مشکل داره، هم خود این مشکل رو منتقل میکنه به کارون. خب این حل مشکل فاضلاب اهواز هم یک موضوع بوده که همیشه میتونسته انجام بشه و هرگز انجام نشده متاسفانه. اینی که میفرمایید قابل پیش بینی بوده و به معنای این هم هست که میشده از خسارت ها جلوگیری کرد، در هر صورت پیش بینی چیزی است و آمادگی های لازم و داشتن امکانات لازم برای جلوگیری از خسارت چیزی دیگه. بله، خب شما میبینید در این جایی مثل اهواز، حالا تو گزارش شما هم بود، زیر ساخت ها ضعیفه. اگرچه این بارشی که باریده بود، مثلا بارش پریشب 73 میلیمتر بوده در تقریبا کمتر از 24 ساعت، قطعا این باعث آب گرفتگی می شده، قطعا باعث سیلاب می شده و سازمان هواشناسی هم دقیق اینو پیش بینی کرده بود.
و خب باید آمادگی لازم رو انجام میدادن. شما این که در یک مهمترین جایی که در چنین سوانه شما دارید میدید با یک بارش استثنایی روبرو هستیم. کل بارش سالانه اهواز اگر اشتباه نکنم بوده 150 میلیمتره، در یک شب اونجا 73 میلیمتر بارون باریده، یعنی نصف بارش سالانه در یک شب باریده. طبیعتا یه جایی مثل بیمارستان ها باید یک آمادگی فوق‌العاده میداشتن، خود مدیران شهری باید توی سطح شهر یک کار فوق‌العاده انجام میدادن، اما خب همه غافلگیر شدن و متاسفانه با چنان حتی با مرگ یه تعداد از شهروند روبرو شده این حادثه. خوزستان هر از گاهی در صدر خبرها قرار میگیره، یک بار ریزگرد، یک بار سیل، یک بار موضوع دیگه خشکسالی. چرا این منطقه اینقدر آسیب پذیره؟ بله متاسفانه این منطقه جنوب غرب ایران، یعنی مثل یک قوس بگیریم از خوزستان تا میاد یه ذره ایلام و بالاتر تا یک بخشایی از کرمانشاه و کردستان، به شدت دچار این مشکلات هست. دلیلش هم مشکل عمومی کل منطقه حلال خسیف هست. یعنی ما ببینیم این مشکلاتی عراق وجود داره، توی سوریه وجود داره، از اون ور میره به سمت مصر و اونها هم وجود داره. اثر این تغییر اقلیم که میگیم توی خاورمیانه توی این منطقه خیلی شدید بوده. اما خب طبیعتاً یه جایی مثل کویت با وجودی که 2 درجه متوسط دماش افزایش پیدا کرده، به خاطر به اصطلاح شرایط اقتصادی خاصی که این کشور داره، توان انطباق و توان کنترل مهارش خیلی زیاد بوده. حتی تو خوزستان ما هم میشه گفت به صورت نسبی بوده، اما در یک جایی مثل عراق و سوریه عملاً به فروپاشیدن همه زیرساخت‌های حتی سیاسی و اقتصادی اون دو تا کشور منجر شده. به هر حال خوزستان به نسبت دیگر مناطق ایران بیشتر تحت تاثیر تغییر اقلیم بوده و بیشتر آسیب پذیر بوده. حتی همین بارشی هم که باریده، این که شما میدونید پارسال هم حالا بارش سیلی که اومده بود توی خوزستان حداقل در 60 سال گذشته بی سابقه بوده، حالا بعضی از گزارش‌ها میگن 200 ساله. این بارشی که در یک شب 73 میلی‌متر میباره، باز این هم بی سابقه است. قبلش سالهای طولانی خشکسالی بی سابقه اونجا بوده و حالا هم میدونید که کمابیش ریزگردهای بی سابقه. خب همه اینها رو که ما جمع می‌کنیم کنار هم میشه یک مفهوم به نام تغییر اقلیم، آسیب‌پذیری سرزمین، اونم سرزمینی که زیرساختاش مناسب نیست، مردمش توان اقتصادی کافی ندارن و مسائل شهری رو هم که شما اشاره کردید. اشاره مختصری کردید به اینکه پیش بینی شده که حتی در فروردین بارش زیادی بیاد در این منطقه. روزهای آینده پیش بینی چیه؟ میزان بارش چقدر ممکنه که بیشتر باشه یا شاید هم متوقف بشه؟ پیش بینی اینه که توی 2-3 روز آینده بارش کمتر میشه و احتمالاً با وجود پاییز بارش بالاتر از نرمال یا نرمال، بین نرمال و بالاتر از نرمالی که خوزستان داشته، احتمالاً در زمستان بارش چندانی نخواهد بود. حالا این را باید مراقب باشه که چون پاییز بارش زیاد بوده لزوماً به این معنی نیست که در زمستان خواهد بود، اما در بهار مجدداً بارش خیلی زیادی وجود خواهد داشت. امکان سیلاب در کل منطقه جنوب ایران و به خصوص جنوب غرب ایران، خوزستان از همین الان قابل پیش بینی است. ممنونم از ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از شهر ترندهایم نروژ با ما. یک رسانه حامی تحریم ایران در گزارشی درباره فعالیت‌های یک نهاد حامی فشار حداکثری به ایران معروف به اتحاد علیه ایرانی هسته‌ای نوشته که این گروه برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد شرکت‌های خارجی که در ایران فعال هستند از عوامل اطلاعاتی استفاده می‌کند. گروه اتحاد علیه ایران اتمی سالهاست تلاش میکند شرکت‌های بین‌المللی را از فعالیت در اقتصاد ایران باز دارد. همکارم بهمن کلباسی هم از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، این گروه در نیویورک بارها میزبان مقام‌های ارشد مخالف دیپلماسی با ایران بوده. در مورد نشریه‌ای که این گزارش رو منتشر کرده بیشتر بگو و اینکه چه اطلاعات جدیدی داده میشه در این مطلب. نشریه ایست که گروه های دست راستی رو حمایت میکنه و درش گزارش هاش هم مشخصا به اون سمت سو داره، ولی در این گزارش هم به نظر میاد به نوعی در حال تعریف از دستاوردهای اتحاد برای مقابله با ایران هسته ایست که این گروه توانسته در سالهای گذشته تعداد قابل توجهی از شرکت ها رو راضی بکنه که روابط اقتصادیشون رو با ایران متوقف بکنن یا اگر قصد داشتن شرکت بکنن در لحظه آخر پس از تهدید و نامه نوشتن و همچنین ایجاد یک کمپین هایی در راه انداختن کمپین هایی علیه اون شرکت رو تونسته اون شرکت ها رو راضی کنه که وارد هیچ گونه فعالیت اقتصادی با ایران نشن. اینهاش جدید نیست، در گذشته هم این گروه در مورد دستاوردهاش و روشاش صحبت کرده، ولی اینجا یک اضافه هم کردن که از عوامل اطلاعاتی تونستن بهره ببرن که در خاک ایران
اطلاعاتی رو دادن در مورد شرکت‌هایی که مثلا در انواع اقسام فعالیت‌های مثلا نمایشگاه‌های نفتی در ایران شرکت کردن یا قصد داشتن بتونن در اونجا قراردادهایی رو ببندن. اینها رو بر اساس این اطلاعاتی که از این منابع اطلاعاتی در ایران به دستشون رسیده انجام دادن. این یه مقداری جدیده که یک نهادی که به هر حال قرار نیست که یا حداقل تصوری نبوده که نبوده است که خارج از فعالیت‌های علنی مثلا جداگانه از روش‌های اطلاعاتی بهره بگیره، یه همچین بهره‌ای رو می‌گیره و برای رسیدن به اهدافش. همچنین اضافه کردن که اونها تونستن مثلا در یک مورد 600 شرکت اسنویسی کرده بودن، در نهایت مثلا 444 شرکت در نهایت رفتن و شرکت کردن در یک نمایشگاه در ایران. این رو هم به عنوان یکی از دستاوردهاش مطرح کرده. ولی اون سوالی که طبیعتاً منتقدان می‌کنن این است که آیا چقدر این موفقیت مربوط به تحریم‌هایی است که وجود داشته، چون در مواردی که تحریم نبوده به خصوص بعد از سال‌های بعد از برجام خیلی از این شرکت‌ها به ایران بازگشتن صرف نظر از اعتراضایی که ممکنه این گروه کرده باشه. ولی به همین جهت همین که این به اصطلاح ادعا رو دارن می‌کنن قابل توجهه که ما از مثلا یک کسانی که اطلاعات از درون ایران به اون می‌فرستن استفاده کردیم برای رسیدن به اهدافمون. ممنونم از همکارم بهمن کلباسی. اما دن راث مدیر تحقیقات سازمان اتحاد علیه ایران هسته ای از نیویورک با ماست. آقای راث، گفته شده که شما برای مهار فعالیت های اقتصادی جمهوری اسلامی از عوامل اطلاعاتی استفاده می کنید، منظور شما چیه؟ عصر شما بخیر. منظور ما این است که ما افرادی رو میفرستیم که دنبال کنن، پیگیری کنن در این کنفرانس هایی که با هدف تشویق بیزنس در تهران انجام میشن. از اونجایی که رژیم ایران همچنان بزرگترین سپانسر و حمایت کننده تروریسم هست و یک رژیم مذهبی است که از طریق این کنفرانس ها تلاش میکنه که تجارت خودش رو ارتقا بده، ما معتقد هستیم که دولت ها و کشورهای اروپایی نباید به این کنفرانس ها برن تا در نهایت نقش داشته باشن در تامین مالی فعالیت تروریستی. بنابراین ما سعی میکنیم که به اونها اطلاع رسانی کنیم، به اونها نشون بدیم که چه اتفاقی داره میفته. تقریبا شما میگید که عوامل اطلاعاتی یا جاسوس میفرستید به ایران؟ به عنوان یک عضو و یکی از کارکنان بی بی سی فارسی شما حتما درک میکنید که من نمیتونم که اطلاعات زیادی رو این پخش کنم شما به عنوان عضو سازمانی که تحت فشار جمهوری اسلامی است. اما میتونم به شما بگم که اشخاصی یا یک شخص رو داخل کنفرانس ها یا داخل یک کنفرانس داشتیم و چیزهایی که کشف کرد خیلی جالب بود. او کشف کرد که وضعیت امنیتی در این کنفرانس ها بسیار بسیار بالاست. دوربین های مداربسته همه جا بودند. شرکت کنندگان خارجی ازشون تقاضا می شد که گذرنامه خودشون رو ارائه بدن، عکس اونها گرفته می شد و از اونها خواسته می شد که به اعتقاد ما یک سیم کارت ایرانی بگیرن تا از طریق اون مکالمه‌های خودشون رو انجام بدن. این کنفرانس در ایران برگزار می‌شده؟ درسته، این ایران اویل شو نمایشگاه نفت ایران در سال 2019 بود در محل دائمی نمایشگاه‌ها در تهران. در این صورت حد فاصل فعالیت های شما با فعالیت نهادهایی مثل CIA چیه؟ تمرکز ما به طور مشخص روی قطع کردن ریسمان بیزنس و داد و ستدهای غربی با رژیم ایرانه. ما اطلاعات جمع آوری می‌کنیم و برای اینکه بتونیم اطلاعات جمع آوری کنیم چنین فعالیت‌هایی رو باید انجام بدیم. همچنین باید تاکید کنم که ما اشخاص زیادی رو
به صورت نه مخفیانه بلکه آشکار به کنفرانس های مختلف در اروپا و آسیا هم فرستادیم. مثلا آقای جولیو تتسی سفیر ما، یکی از اعضای ارشد ما رو فرستادیم به چنین کنفرانس هایی برای اینکه نشون بده که ما مخالف هستیم با انجام داد و ستد و معاملات با ایران بنابر دلایل نقض حقوق بشر که از جانب حکومت ایران انجام میشه. نهاد شما در سطح جهانی اشاره کردید که فعالیت‌های اقتصادی ایران رو زیر نظر داره، اشاره شده که با 600 شرکت از 38 کشور دنیا تماس گرفتید، افرادی رو هم اشاره کردید که به جاهای مختلف دنیا میفرستید. هزینه این فعالیت‌ها چطور تأمین میشه؟ فعالیت‌های پرهزینه‌ای به نظر میاد. من مدیر تحقیقات هستم، بنابراین شغل من اینه که تمرکز داشته باشم روی این فعالیت‌های تجاری. بنابراین در مورد این سوال بهتره که از مدیر عامل ما شاید سوال بشه. حرفایی بوده در رسانه‌ها که گویا مدیر عامل شما با مقام‌هایی در امارات متحده عربی و عربستان تماس گرفته و سعی کرده بوده که حمایت مالی اونها رو جلب بکنه، این چقدر درسته؟ باز باید به پاسخ قبلیم شما را ارجاع بدم. درباره چنین گمان زنی هایی در رسانه ها من نمیتونم که اظهار نظر کنم. اگه یک مثال ملموس بزنید که بزرگترین موردی که فعالیت شما باعث فسخ یک قرارداد یا یک معامله اقتصادی با ایران شده باشه کدومه؟ ما چندین نمونه، ده ها نمونه خواهیم داشت. باید بگم که بیشتر شرکت های کوچک و متوسط هستند که به ما گفتن که به تهران نمیرن، اغلب به دلیل اینکه فعالیت هایی در آمریکا دارن و بنابراین اکراه داشتن. مثلا شرکت ینگمن که یک شرکت نقل و انتقالات هست در چین گفته که دیگر از بندرهای ایران استفاده نمی کنه، با ایران باز کار نمی کنه. یک شرکت بزرگ بیمه، بانک سانتاندر همینطور. اینها بنابراین بعضی از مثال ها هستن. از نظر کنفرانس ها اگه بگیم ده ها که شرکت هستن که گفتن که دیگه به این کنفرانس ها نمیرن یا به کنفرانس های آینده نخواهند رفت. بعضی از اونها حتی تایید کردن که بیزنس خودشون با ایران رو لغو خواهند کرد. شغل ما اینه که به این شرکت ها اطلاع برسونیم و اونها اون وقت میتونن که به ما گوش بدن یا گوش ندن و خب این اختیار اونهاست، ولی ما کار خودمون رو انجام میدیم. ممنونم از دن راس، مدیر تحقیقات سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک. ماما یک نماینده مجلس ایران میگوید وزیر کشور در پاسخ به اینکه چرا نیروهای امنیتی به سر معترضان شلیک کردن گفته به پاهای آنها هم شلیک شده. محمود صادقی به سایت امتداد گفته نمایندگان از بیخیالی وزیر کشور در بیان چنین موضوعی شگفت زده شدند. اعتراضات سراسری در ایران اواخر آبان و در واکنش به گران شدن بنزین شروع شد. عفو بین الملل کشته شدن 304 نفر را در این اعتراضات تایید کرده، ولی گفته آمار واقعی کشته ها احتمالاً بیشتر است. آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیای استقلال که ده روزی است به دلیل پرداخت نشدن دستمزدش ایران را ترک کرده میگوید مقام‌های ایرانی در آخرین لحظه توافقی را که با وکلای او بر سر شیوه پرداخت پول داشتند تغییر دادند و به همین دلیل او هنوز نتوانسته دستمزدش را دریافت کند. آقای استراماچونی در مصاحبه اختصاصی با بی‌بی‌سی فارسی گفت که چک او قابل نقد کردن نیست. مقام‌های ولایت بلخ در شمال افغانستان تایید کردند که نظام الدین قیصاری فرمانده محلی تحت تعقیب پلیس از این ولایت به ولایت جوزجان فرار کرده.
اجمل فایز فرمانده پلیس بلخ گفته که او در جریان درگیری با نیروهای امنیتی با کمکی که از بیرون دریافت کرده موفق به فرار شده. خانه آقای قیصری دو شبانه روز در محاصره نیروهای امنیتی بود. نظام الدین قیصری به زورگویی و داشتن افراد مسلح غیر قانونی متهم است. دادگاه مقابله با تروریسم پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان را به اعدام محکوم کرد. جرم آقای مشرف تعلیق قانون اساسی پاکستان و اعلام وضعیت ویژه در این کشور در سال 2007 است. پرویز مشرف در حال حاضر خارج از پاکستان زندگی می‌کند. یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، در گزارشی از وضعیت کودکان در افغانستان این کشور را مرگبارترین منطقه جنگ جهان برای کودکان خوانده. در گزارش آمده که روزانه 9 کودک در این کشور قربانی جنگ می‌شوند، افزایشی 11% نسبت به پارسال. دولت افغانستان علت این افزایش را علت افزایش تلفات را حمله های طالبان می‌داند، اما طالبان همواره اتهام آسیب رساندن به غیر نظامیان را رد کردند. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. کودکان افغان که نام دیگرشان کودکان جنگ شده، فقیر، آواره و محروم. کمک به آنها در صدر برنامه نهادهای امداد رسان. یونیسف نگران وضعیت کودکان افغان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از طرف‌های درگیر خواستار محافظت از کودکان در جنگ شده. این غیر قابل قبول است و نباید به روال تبدیل شود. هرگز در هیچ منطقه جنگی و هیچ کشور در این حد تلفات نبوده. در 3 ماه اول امسال 631 کودک کشته و 1830 کودک دیگر زخمی شده. آمار تلفات کودکان از سال 2018 تا حالا 11% افزایش داشته. این آمار تکان دهنده است. تنها در 9 ماه اول امسال روزانه دست کم 9 کودک قربانی شده. افزایش چشمگیر در مقایسه با سال گذشته. آمار یونیسف نشان می‌دهد که در 9 ماه گذشته بیش از 20,000 کودک افغان قربانی جنگ شده. 6,500 کشته و 15,000 زخمی. درد کودکان افغان تنها جنگ نیست. فقر بلای دیگر. نظر به گزارش تازه یونیسف، در افغانستان 3.8 میلیون کودک نیازمند کمک‌های بشری هستند. بیش از 600 هزار مبتلا به سوء تغذیه. 30% هم زیر بار کار شاقه. نسل جوان افغان زاده و بزرگ شده یه جنگ است. سایه جنگ هنوز از سرشان دور نشده. چشم به راه آمدن صلح هند، انتظاری که چند نسل را در افغانستان پیر کرده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. عایشه خرم، نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد از نیویورک با ماست. خانم خرم، شما دیشب در مجمع عمومی در شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر شدید، صحبت کردید، در اونجا چی گفتید؟ مشخص ترین حرف شما در اونجا چه بوده؟ خب سخنان ما با چند مثال از تلفات ملکی که در افغانستان صورت گرفته و به خصوص در حملات هوایی و حملات انفجارهایی که در افغانستان در ولایات و در مرکز افغانستان شده با او شروع کردم و در نظر داشته در نظر گرفتن تمام تلفات ملکی که صورت گرفته و چقدر اطفال افغانستان و نوجوانان افغانستان از او آسیب دیدن، با در نظر داشته از او به ضرورت صلح تاکید کردم و از جامعه بین المللی خواستم که زندگی جوانان افغانستان و اطفال افغانستان در هر پروسه صلح باید نظر گرفته شود. و در طی سالهای جنگ، دهه‌هایی که ما در جنگ بزرگ شدیم، به دنیا آمدیم حتی در جنگ و بزرگ شدیم، فقط جوانان و اطفال بودند که قربانی دادند. از سال 2009 تا 2019 6500 طفل بیگناهی که اصلا در جنگ سهم نداشتن ما از دست دادیم و 15000 دیگر
به شکل شدید زخم برداشتن و یا هم در حالت تروما قرار گرفتن که تمامشان یک جنایت بزرگ بشری است که از طرف هیچ کدام از گروه های دخیل جنگ مراعات نمیشه زندگی، حفظ زندگی مردم ملکی. درست. خانم خرم، در سالهای گذشته بر شده شما این رو میدونید، گفتید این طرف و اون طرف هم، مسئولیت این رو بر عهده کی میدونید؟ این مسئولیت تنها به عهده طالبان نمیدانم، این مسئولیت جامعه جهانی هم هست. حملات انتحاری در پهلوی از او، حملات هوایی که در ولایات صورت میگیره، در ولسوالی های مختلف صورت میگیره، این چیزی است که حداقل ملل متحد میتونه که بالای از او یک تأثیر داشته باشه و بازخواست وجود داشته باشه باید او حساب، چون که حملات تروریست که از طرف تروریست ها صورت میگیره، طبعا کسی نمیتونه که اونا را accountable بگیره. اما وقتی که میاییم به جنایت بشری که صورت میگیره از طرف جامعه بین المللی، باید 100% بازخواست وجود داشته باشه از طرف ملل متحد و خود جامعه بین المللی. اشاره کردید به این که خب در مواردی جامعه بین المللی هم عامل بوده که احتمالاً منظورتون نیروهای آمریکایی و ناتو هست، ولی تأکیدی کردید بر پیشبرد پروسه صلح. پروسه صلح خیلی معلوم و روشن نیست، چقدر امید دارید به این پروسه صلح؟ قسمی که در گفتگوهای در خود بیانی خودم یاد کردم، پروسه صلح یک امید بسیار کلان است بر نسل ما، اما در این زمان بسیار زیاد روشن نیست که چی گفتگوهای فعلا در پشت در بسته جریان داره بین ایالات متحده امریکا و طالبا، و در نتیجه از او ما چیگونه یک صلح خود داشتیم. آیا این صلح واقعی خود بود یا یک تغییر در شکل از اختلافات و جنگ افغانستان که به او خاطر من تاکید به همشمول بودن صلح کردم و در نظر گرفتن پریشانی ها و خواست و زندگی و آینده جوان و اطفال افغانستان این تاکید داشتم، چون که هر نوع صلح هم قابل قبول نیست. اما باز هم بسیار زیاد خوشبین هستم به صلحی که انشالله در افغانستان خواهد آمد. ممنونم از عایشه خرم، نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد از نیویورک با ما. دادگاه تجدید نظر استان تهران اسماعیل بخشی و محمد خنیفر از رهبران صنفی کارگران هفت‌تپه را به 5 سال حبس و شلاق محکوم کرد. پیش از این دیگر متهمان اعتراضات هفت‌تپه از جمله سپیده قلیان هم به 5 سال زندان محکوم شده بودند. همزمان برای اسماعیل بخشی و محمد خنیفر هم پرونده‌های تازه‌ای باز شده. وکیل متهمان میگوید دادگاه تجدید نظر پیش از صدور حکم جلسه‌ای برای ارائه دفاعیات کارگران و سپیده قلیان تشکیل نداده. فرزانه زیلابی از وکیلان این کارگران فرایند دادرسی را غیر منصفانه توصیف کرده و میگوید درخواست تجدید نظر خواهد کرد. مریم افشان گزارش می‌دهد. 5 سال زندان برای تمام متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه. دادگاه تجدید نظر پیش از صدور حکم هیچ جلسه‌ای برای شنیدن دفاعیات این افراد تشکیل نداد و همه آنها را به 5 سال زندان محکوم کرد. به گفته وکیلشان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر از رهبران صنفی کارگران هفت‌تپه به 5 سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند. همزمان برای این دو نفر پرونده‌های جدیدی گشوده شده. در ارتباط با همین احکام، دادگاه تجدید نظر مرزی امیری و عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان روز کارگر را هم به 5 سال زندان محکوم کرده است. نکته اول این که برخلاف دستور آقای رئیس این دادگاه نه منصفانه بود نه شفاف، فقط سریع تشکیل شد بدون حضور وکلا و متهمین و حتی بدون اطلاع از زمان تشکیل دادگاه. به وکلا و متهمین زمان تشکیل دادگاه اطلاع نداشتیم، لایحه دفاعی نتونستیم ارائه بکنیم به دادگاه و احکام واقعا کیلویی صادر شد. نکته جالب دیگه که وجود داره اینه که مرضی امیری و عاطفه رنگیز که اساساً در پرونده دیگری بودن با کیفرخواست دیگری، باز در همین حکم بهشون رأی داده شد و این لحاظ قضایی
نقض قانونه. کارگران هفت تپه می گفتند گرسنه‌اند. می گفتند خصوصی سازی دمار از روزگارشان درآورده. نرستمی نمیگید شرکت بشه دولتی. این مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار گوش کنید. الان باید این کارخونه راه بیفته. این رو باید شما راه بندازید تا حقوقتون رو بروز بکنم. روزنامه جوان در روز 13 دی ماه سال 97 گزارشی منتشر کرد با عنوان اسد بیگی با 98 میلیون دلار ارز دولتی متواری شد. این روزنامه از فرار مدیر عامل پیشین نیشکر هفت تپه با 350 میلیارد تومان سود حاصل از فروش ارز دولتی در بازار خبر داد. از سوی دیگر اما بسیاری از کارگران هفت تپه در پاییز و زمستان 97 بازداشت شدند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بعد از آزادی اعلام کردند که نیروهای وزارت اطلاعات آنها را شکنجه کردند. یه مشکلات ساختاری داره. در تابستان امسال رئیس قوه قضاییه از خصوصی سازی ها انتقاد کرد. من میخوام بگم حضرات آقایان بشنوید سخنان کارگران عراقی و تبریزی را، بشنوید سخنان دغدغه‌مند کارگران هفت تپه را. شانزدهم شهریور دادگاه اولیه احکام سنگین 15 تا 18 سال زندان برای متهمان پرونده هفت تپه صادر کرد. فردای آن روز و در پی اعتراض برخی نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضاییه دستور ویژه‌ای برای تجدید نظر و رسیدگی منصفانه به احکام صادر شده را داد. حالا و با تایید 5 سال زندان توسط دادگاه تجدید نظر، یکی از وکلای معترضان هفت تپه میگوید که با وجود وعده ابراهیم رئیسی برای رسیدگی منصفانه، در کمال ناباوری بدون تشکیل جلسه همان دادنامه نخستین ضمن اصلاح در ماهیت امر تایید شد. جمهوری اسلامی بعد از آبان ماه در واقع قصد دست به سرکوب فعالین کارگری و کارگران میزنه و فکر میکنه که از این طریق میتونه پایه‌های قدرتش رو حفظ بکنه، ولی واقعیت اینه که چیزی بجز اینه و با سرکوب فعالین کارگری و کارگران مشکل اقتصاد جمهوری اسلامی حل نخواهد شد. در مورد حکم طبیعتاً به حکم اعتراض داریم، اعتراضمون رو نه از طریق سیستم قضایی و یا از طریق افکار عمومی و رسانه ها دنبال خواهیم کرد. سالهاست حکومت میگوید باید صدای اعتراض کارگران را شنید، اما در عمل مجازات اعتراض سنگین و سنگین تر شده. مریم افشنگ، بی بی سی. سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز در یک کنفرانس خبری گفت که دستگاه قضایی موضوع پیدا شدن اجساد مشکوک را پیگیری خواهد کرد، اما او در این حال گفت که انتشار گزارش‌های اخیر کار بدخواهان نظام بوده. اخیراً گزارش‌های منتشر شده بود درباره پیدا شدن چند جسد در نقاط مختلف ایران، از جمله در رودخانه‌ای در استان کردستان. منتقدان حکومت می‌گویند که این اجساد به معترضانی متعلق است که در جریان اعتراض‌های ماه گذشته کشته یا بازداشت شده بودند. یکی از اجساد که در دریاچه سد گاران در نزدیکی مریوان پیدا شده متعلق بود به جوانی به نام ارشاد رحمانیان، کامیار احمدی از بستگان آقای رحمانیان از اسلو نروژ با ما هستند. آقای رحمانیان، آقای احمدی، کامیار احمدی پسرخاله شما بودند. چه اطلاعاتی دارید از پیدا شدن جسد آقای احمدی؟ کامیار احمدی هستم. چون ارشاد پسر خاله من روز بعد از حادثه 25 یا اتفاقات 25 آبان در مریوان دستگیر میشن، یعنی دستگیر به هر حال ناپدید میشن، چون که ایشون اون روز مادرشون رو میبرن بیمارستان، برمیگردونن خونه و میرن بیرون و بعد از اون روز ناپدید شدن. به مدت 4 هفته هیچ خبری ازش نبود. تمام تلاش خانواده تلاششون کردن که پیدا بکنن. به نهادها مراجعه کردن، بیمارستان گشتن، سنندج رفتن. و تو این مدت 2 تماس تلفنی باشون گرفته میشه. یه تماس که بهشون میگه بچه‌تون زندان سنندجه،
و روز بعد تکذیب میکنن. یه تماس گرفته میشه، بعدن بهشون میگن که یه جسد هست، شما میتونین بیان واسه شناسایی، و میرن همچین خبری نیست. تا اینکه 24 آذر 5 عصر جسدی پیدا میشه. 24 آبان منظورتونه؟ نه 24 آذر جسد پیدا میشه، صحیح. یعنی 4 هفته بعدش جسد که پیدا میشه در حاشیه سدگاران مریوان که بیرون از شهر یه جسد پیدا میشه. اول خبرهای اولی اینجوری بود که گویا جسد در آب، ولی جسد در کناره دریاچه بوده یا همون آب بوده. مشاهداتی که خانواده ما داشتن ظاهرا خون تازه بوده. این اخبار من برحال خبر جای دیگه که اول خبر منتشر شد گفتن که ما گفتیم که احتمالا مدتی در آب بوده، ولی نه، آخرین خبری که من از دیروز هنگام خاکسپاری ارشاد دریافت کردم اینه که نه، جسد حد اکثر 48 ساعت قبل از اون چیزی که دیدن کشته شده، یا 24 ساعت. یعنی دو روز پیش جسد پیدا شده، بعد دیروز هم دفن کردن، و برداشت خانواده اینه که در روزهای اخیر کشته شده آقای رحمانیان. بله دقیقا، چون دقیقا بعد تون برحال شستشو وقتی از سردخانه تحویل میگن یا از پزشک قانونی تحویل میگیرن، از دیروز هست میبرن سربابا دفن میکنن، خاک سپاری میکنن تو تقریبا سکوتی. و آقای احمدی، آقای رحمانیان در اعتراضات تا چه اندازه دخیل بودن؟ آیا شرکت داشتن؟ فعالیتی به این شکل داشتن؟ فعالیتی به اون شکل نمیدونم شکلش، ولی دوستاش من مطلع شدم که بله، ایشون حداقلش اینه که 25 آبان در تظاهرات حضور داشته. حالا من از دوستاش پرسیدم، چون که خانواده به هر حال حتی روزای اول من اشاره نکردم، چون که ما ترسمون این بود جسد رو بهمون نمیدن، تو سکوت مطلق خواسته بودن، میخواستم بگن که و گفتن که باید بگین شما بچه‌تون خودکشی کرده، شایعه انداختن که یه اسه فلسفی داشته پسرتون، شایعه انداختن که شکست عشقی داشته پسرتون، و اینا رو اصرار کردن. و حتی تو گزارش پزشک قانونی که دیروز ما دریافت کردیم یا خانواده دریافت کردن، یک خط، یک جمله راجع به علت مرگ نوشته نشده، فقط یک گواهی فوت صادر شده و اجازه تدفین. هیچ موردی اشاره نکردن. آقای احمدی، گفتید که بستگان شما میگن که خون تازه بوده، برداشت اونها چه بوده؟ قتل به چه شکل انجام شده؟ آیا جراحتی دیده میشده؟ بعضی از اجسادی که پیدا شده در بدن اونها جای گلوله بوده، در این مورد چه؟ بله، جمجمه شکسته است، سوراخی در جمجمه هست، و تا اون جایی که شناخت دارم، یعنی به هر حال میگن، به هر حال میگن که جای گلوله است، ولی تا دکتر باید این تشخیص رو میداد، چون سوراخ که در جمجمه ایجاد شده، دست و پا شکسته است، جای کبودی وجود داشته، رو گردن، رو شونه ها وجود داشته. مطمئنیم، شک نداریم، بعد از اینکه جسد و خانواده دیدن ما شک نداریم شکنجه شده، و شک نداریم که کشته شده، و احتمالی که ما میدیم، یعنی قریب به یقین احتمال میدیم با گلوله شلیک شده سرش. و این تازه بودنش هم دلیلش اینه که ما میگیم، چون که به هر حال 24 هفته بچه نیست و پیدا میشه، و دو روز قبلش مرگش خیلی قبل نبوده، یعنی مدتی قبل این اتفاق نیفتاده، ما مطمئنیم چند روز قبل از این اتفاق صورت گرفته، و تمام افسوس ما اینه که الان چرا ما نتونستیم کاری بکنیم، چرا ما رسانه‌ایش نکردیم. چه من اصرار زیادی به خانواده کردم وقتی خبرهای دستگیری رو شنیدم، وقتی به هم گفتم اجازه بدین، ما اجازه بدین حداقل من این کارو بکنم، خطری منو تهدید نمی‌کنه. سپاسگزارم از
بله، سپاسگزارم از کامیار احمدی از بستگان ارشاد رحمانی که به گفته بستگانشون جسد آقای رحمانیان در حوالی صد پیدا شد، صد گاران. اما فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نشستی فوق‌العاده برای بررسی فشارها به روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور برگزار کرد. جرمی دیر معاون دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در این نشست که در بروکسل برگزار شد گفت که این نهاد از سازمانهای بین المللی حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواهد خواست تا فشارهای حکومت ایران بر روزنامه نگاران فارسی زبان خارج از کشور را بیش از قبل مطرح کنند و شکایت از رفتارهای حکومت ایران را ثبت کنند. نمایندگان اتحادیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا و چند رسانه فارسی زبان از جمله دویچه وله و رادیو فردا و همینطور روزنامه نگاران آزاد ایرانی در این نشست حضور داشتند. بیشتر از جرمی دیر معاون دبیر کل فدراسیون جهانی روزنامه نگاران در بروکسل پرسیدیم که در این جلسه چه گذشته. امروز ما میزبان 25 روزنامه نگار ایرانی بودیم که برای رسانه های فارسی زبان در سراسر اروپا کار می کنند و همینطور شواهد و شهادت های ویدئویی بعضی از اونها رو از جمله از آمریکا شاهد بودیم. شهادت هایی که در اونها این افراد صحبت از تهدیدها و فشارهایی که خودشون و خانواده هاشون باش مواجه بودند صحبت می کردند، تهدید به آدم ربایی، دارایی های بلوکه شده، بازپرسی ها از اعضای خانواده اونها و فشار به اونها برای اینکه به فرزندان خودشون بگن که از خبرنگاری دست بردارن و فشارهای دیگر. و در نتیجه چنین فشارهایی ما رسانه های اروپایی و سازمان های رسانه‌ای در اروپا متعهد هستیم که با نهادهای اروپایی و سازمان ملل همکاری کنیم و جامعه جهانی رو بسیج کنیم علیه این قضیه. برای اینکه این قضیه متوقف بشه لازمش اینه که ایران بفهمه که یک بهای سیاسی هست که برای سرکوب و فشار بر این خبرنگاران میتونه بپردازه. بنابراین خیلی مهمه که از این نهادهای بین‌المللی خواست که صحبت کنند، که قضیه رو مطرح کنند، در گفتگوهای دو جانبه با ایران این موضوع رو بهش بپردازن تا مقام‌های جمهوری اسلامی بفهمند که ساکت کردن رسانه‌ها و تهدید کردن روزنامه‌نگاران و خانواده اونها یک بهای سیاسی به دنبال داره. شما گفتید که می‌خواید که فشارها بر حکومت ایران در این مورد بیشتر بشه، در این حال گفتید که شکایت از رفتارهای حکومت ایران رو میبایست که ثبت بکنند خبرگزاری ها و همینطور از سازمان ملل هم چنین درخواستی کردیم. پیشتر هم چنین درخواستی مطرح شده بود، پیشتر هم چنین کارهایی انجام شده بود، اما این آزار و اذیت ها متوقف نشده. چه انتظار چه تغییری دارید؟ من فکر میکنم چیزی که بعد از اولین شکایتی که بی بی سی فارسی انجام داد شاهد بودیم این بود که سطح آزار و اذیت و تهدیدها کم شد، البته ناپدید نشد، ولی خب الان که ما یک طیف گسترده تری از رسانه های بین المللی رو شاهد هستیم که هدف جمهوری اسلامی قرار گرفتن، قصد ما اینه که کشورهای بیشتری و دولتهای بیشتری رو بسیج کنیم که هم فشارهای دو جانبه و هم فشارهای چند جانبه رو بر ایران، بر دولت ایران، حکومت ایران بیشتر کنند. به خصوص در داخل اروپا تعدادی از دولت‌ها هستند که روابط دو جانبه با ایران دارند، که این دولت‌ها این قدرت رو دارند که یک پیام قوی به ایران بفرستند که این حرکت‌ها رو باید متوقف کنه اگر که می‌خواد همچنین با اروپا همکاری داشته باشه. ما فکر نمی‌کنیم این کار آسونی باشه، اما با بلند کردن صدای خودمون فکر می‌کنیم که در نهایت رژیم ایران وادار خواهد شد که گوش بده به این صحبت‌ها و در نهایت باید که این تهدیدها و این آزار و اذیت‌ها کمتر بشه و در نهایت خاتمه پیدا کنه. گفتگو بود با همکارم مجید افشار با جرمی دیر معاون دبیر کل فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در بروکسل. روانشناس‌هایی که در مورد مهاجران و پناهجویان در جزیره لزبوس یونان تحقیق کردند به بی بی سی گفتند که شاهد افزایش موارد خودآزاری و خودکشی در میان نوجوانان و کودکان مهاجر و پناهجو بودند. به گفته مقام‌های سازمان ملل وضعیت پناهجویان در اردوگاه این جزیره بسیار وخیم است.
سازمان ملل متحد میگوید جمعیت فشرده است و امکانات بهداشتی و شرایط رفاهی مناسب نیست. ریحانه مظاهری در گزارشش نگاهی کرده به وضعیت پناهجویان در این جزیره به گفته آنها جهنمی. اینها تصاویری است که شاهین از اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان برای ما فرستاده. محل نگهداری هزاران پناهجویی که به امید آزادی و آرامش راهی دنیای جدید شدند، اما به میانه راه نرسیده در این اردوگاه گیر افتادند. میگویند در برزخی بی پایان به سر میبرند. جهنمی را توصیف میکنند که روز به روز گذران زندگی در آن سخت‌تر میشود. اردوگاه موریا در جزیره لسبوس برای اسکان 2000 نفر ساخته شده، اما حالا حدود 18000 پناهجو از پیر و جوان و کودک و زن در آن زندگی می کنند. 7000 نفر از این تعداد کودکند. کودکانی که بر اساس اطلاعاتی که روانشناسان فعال در این کمپ به بی بی سی دادند، آمار خودآزاری و خودکشی در بین آنها طی ماه‌های گذشته افزایش یافته. آنجلا یکی از این روانشناسان است که در موریا فعالیت دارد و میگوید تنها در 3 ماه گذشته بیش از 20 مورد خودآزاری و 2 مورد خودکشی را در بین نوجوانان و کودکان در کمپ شاهد بوده. اول ما میدونیم که وضعیت زندگی در کمپ موریا تاثیر بسیار زیادی بر سلامت روحی کودکان و نوجوانان گذاشته. اینجا بچه‌هایی رو میبینید که سرشون رو به دیوار میکوبن یا موهاشون رو میکنن. و بچه‌هایی که در سنین بین 12 تا 17 سالگی هستند اغلب خودزنی می‌کنند و درباره تمایلاتشان به مرگ صحبت می‌کنند. اغلب پناهجویانی که به یونان می‌آیند امیدوارند بتوانند به اروپا بروند. آنها از کشورهایی آمدند که جنگ یا فقر و وضعیت اقتصادی مانع ماندن در وطنشان شده. در میان اردوگاه‌های پناهجویان در جزایر یونان، کمپ موریا از نظر شرایط زندگی و بهداشتی از همه بدتر است. وضعیت بهداشت فاجعه است. وضعیت پزشکی برای یک درست میشه گفت که دارو گرفتن ساده یا ویزیت ساده ساعت‌ها باید از شب قبلش از ساعت 3 و 4 صبح برن تو صف وایسن نوبت بگیرن که آیا فردا نوبتشون بشه آیا نشه. و معمولا هم اونجوری که حداقل خود من یک کار برخورد داشتم پزشکای حاضق آنچنانی اونجا نیستش و تا پای مرگ اگر نباشید تجهیزشون برای شما آب خوردنه. یعنی این یک چیز خیلی رایجه و درست چه گفت که تیکی کلامی اونجا هر وقت یکی مریض میشید میگه باید برید آب بخورید خوب بشید آب بخورید خوب بشید. دولت یونان به خاطر شرایط اردوگاه‌های پناهجویان در جزایر این کشور در ماه‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی تحت فشار بوده و وعده داده تا سال 2020 عده‌ای را به خاک کشورش منتقل کند و برای باقی‌مانده هم به جای اردوگاه‌های کنونی مراکز نگهداری ایجاد کند که در همین جزیره است، اما رفت و آمد در آنها کنترل می‌شود. می‌خوام یه سری‌ها را ببرم داخل کمپ‌های بسته که معلومه چه اتفاقی مثلا 18 تا نفر تو لزبوس هستن. این 18000 نفر رو اگه قرار جای امکانات بدن خب چرا همینجا سر و سامون اتفاق نمیفته؟ یعنی همون هزینه‌ای که میخوام بکنه چرا همینجا انجام نمیدن و میخوام ببرنشون تو کمپ‌های بسته؟ تو کمپ‌های بسته چه اتفاقی براشون میفته؟ و از اون مدرشت یه سری اخبار وجود داره که میخوان برگردونن ترکیه. خب یه خانواده 5 نفری فکر کنید نفری حداقل بین 1500 تا 2000 یورو هزینه کرده، نزدیک به 10000 یورو یه خانواده 5 نفری کل دار و ندار زندگیشون رو فروختن اومدن اینجا، حالا بخوان برگردن ترکیه شوکه بزرگی و شاید همه زندگیشون به فنا برسه. جزیره لسبوس تو کشور یونان. لسبوس شاید برای بسیاری از ما تنها یک نام است، اما برای پناهجویانی که بین زندگی و مرگ در آن دست و پنجه نرم می‌کنند، زندانی است به وسعت یک جزیره، جایی که ساکنانش حالا نه راهی به پس دارند و نه راهی به پیش. ریحانه مظاهری، بی بی سی. رسیدگی خاصی بهشون نمیشه. تنش در خلیج فارس هنوز بالاست و کشورهای غربی از جمله بریتانیا نگران امنیت کشتیرانی در تنگه استراتژیک هرمز هستند. این نگرانی ها 6 ماه پیش وقتی افزایش یافت که ایران نفتکش استنا امپرا را توقیف کرد. هرچند بعضی رسانه های نزدیک به حکومت ایران این اقدام را مقابله به مثل در برابر توقیف یک نفتکش بزرگ ایرانی در جبل الطارق دانستند. جاناتان بیل گزارشگر دفاعی بی بی سی به خلیج فارس رفته و بعد از گفتگو با فرمانده جدید نیروی دریایی بریتانیا گزارشی فرستاده که با هم می‌بینیم. The Royal Navy's beefed up its نیروی دریایی بریتانیا حضور خود را در خلیج فارس تقویت کرده.
ناوشکن HMS Defender به تازگی وارد منطقه شده تا در نزدیکی تنگه هرمز به گشت زنی مشغول شود و حالا آماده انجام وظیفه است. این ناوشکن علاوه بر تسلیحات خود، گروهی از کماندوهای نیروی دریایی را هم روی عرشه دارد. تنش با ایران هنوز بالاست. 6 ماه پیش سپاه پاسداران ایران نفتکش استنا ایمپرو را توقیف کرد که با پرچم بریتانیا تردد می‌کرد. این نفتکش و خدمه‌اش بعداً آزاد شدند. فرمانده تازه نیروی دریایی بریتانیا که برای بررسی وضعیت آمده، می‌خواهد مطمئن شود که چنین اتفاقی تکرار نخواهد شد. خطر کاملا برطرف نشده. حالا ما یک ناوشکن اینجا داریم به همراه یک ناوچه. اگر کشوری مثل ایران تهاجمی رفتار کرد، باید واکنش نشون بدیم. کاری که کردن کار خیلی بدی بود که در آبهای آزاد انجام شد. بنابراین مجبور شدیم اینطور واکنش نشون بدیم. تا چند هفته پیش این ناوشکن هنوز کشتی‌های تجاری رو در تنگه هرمز اسکورت می‌کرد. تنش با ایران حالا کاهش پیدا کرده، اما به راحتی ممکنه دوباره بالا بگیره. به همین دلیله که حالا نیروی دریایی بریتانیا 2 کشتی جنگی در خلیج فارس داره. بریتانیا تنها نیست، بلکه بخشی از ائتلافی است که آمریکا برای تضمین آزادی کشتیرانی تشکیل داده. فعلا این ائتلاف از این چادر در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدایت می شود. بریتانیا در ابتدا خواهان واکنش اروپایی به اقدام ایران بود، چون نمیخواست درگیر سیاستی مقابل جویانه شود. حالا فرانسه مشغول سامان دادن به یک ائتلاف اروپایی است، اما بریتانیا دیگر به ائتلاف آمریکا پیوسته. برامون قابل فهمه که چرا کشورهای اروپایی دیگه احساس راحتی نمی‌کنن. ما موقع پیوستن به این ائتلاف به صراحت به آمریکایی‌ها گفتیم که این ائتلاف نباید بخشی از برنامه فشار حداکثری باشه و اگر بخواد اینطور بشه دولت بریتانیا از ائتلاف خارج خواهد شد. بحران در خلیج فارس فشاری مضاعف بر نیروی دریایی بریتانیا اعمال کرده و با ظاهر شدن تهدیدهای جدید در دنیای بی‌ثبات، توقع‌ها از نیروهای نظامی بریتانیا روز به روز بیشتر هم خواهد شد. ما باید به سمت کسب توانایی‌های تازه بریم، از جمله در فضا و در مسائل سایبری، و برای این کار ممکنه لازم بشه اندازه و سازماندهی نیروی مسلح رو با شرایط جدید منطبق کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های تازه ممکن بشه. شاید لازم باشه بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم تا به نیازهای ملیمون پاسخ بدیم. این پیامی روشن از سوی فرمانده جدید نیروی دریایی بریتانیا به دولت جدید است که آینده توان دفاعی بریتانیا نیازمند بحثی جدی است. جاناتان بیل، BBC نیوز. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه.